سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. بعد از دوبار تأخیر در پرتاب ماهواره ظفر در یک هفته گذشته، وزیر ارتباطات ایران گفته که این ماهواره امروز پرتاب خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی این خبر را در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرده. دیروز ایرنا خبرگزاری رسمی دولت گفته بود که پرتاب به روزهای آینده موکول شده. گفته شده که این ماهواره 113 کیلوگرمی با موشک سیمرغ به ارتفاع 530 کیلومتری زمین پرتاب خواهد شد. این ماهواره را دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته. برای صحبت بیشتر در این باره، فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی، چقدر برای ایران اهمیت داره پرتاب این ماهواره؟ اهمیت بسیار داره، هم از نظر سیاسی و وجهه جمهوری اسلامی در آستانه 22 بهمن و 41مین سالگرد انقلاب، و هم از نظر فنی برای ثابت کردن توانایی ایران در پرتاب ماهواره ها پس از چند بار شکست بسیار پرهزینه از نظر تبلیغاتی برای ایران و همچنان از نظر فنی و تکنولوژیکی. ایران میخواد الان ثابت بکنه که ما میتونیم ماهواره حمله کنیم به فضا و همینطور هم راکت های ما از اطمینان پذیری لازم برخوردار هستن برای رسیدن به این هدف. برنامه فضایی ایران باعث نگرانی کشورهای غربی بوده. الان که ایران میگه که میخواد این ماهواره رو بفرسته، یکی از مقام ها مخصوصا در ارتباط با ظفر گفته که این برای عکس برداریه و برای اینکه در تکنولوژی در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره. چقدر واقعا این تکنولوژی رو ایران الان احتیاج داره در مقابل هزینه های سیاسی که ممکنه براش داشته باشه؟ ببینید، ایران هنوز راه بسیار زیادی در پیش داره برای رسیدن به ماهواره هایی که واقعا از نظر عملیاتی بتونن بازده قابل قبولی داشته باشن. این ماهواره ظفر یک دوربین داره با وضوح بسیار پایین که گفته میشه چیز حدود 30 متره، که با توجه به فناوری‌های موجود دوربین‌های ماهواره‌ای که به سانتی متر رسیده، عملاً کارایی نداره و بسیار کارایی محدودی داره از نظر فقط همونطور که گفته میشه به بررسی تغییر سواحل دریاها و دریاچه‌های ایران، که این امکان از طریق دسترسی به امکانات ماهواره‌ای و عکس‌های تجاری ماهواره‌ای هم بسیار قابل رسیدن هست. یه مقداری در شرایط فعلی توجیه پرتاب ماهواره با سرعتی که ایران پیش میره از نظر رسیدن به فناوری ماهواره‌های عملیاتی و تجاری یه مقدار سخت هستش، ولی خب از طرف دیگه یک برنامه فضایی پرتاب ماهواره به ایران این فرصت رو میده که فناوری‌های موشکی رو به سطح بالاتری ارتقا بده، با توجه به اینکه مرجع و سازنده ماهواره برهای ایران و همینطور موشک‌های بالستیک دوربرد ایران هر دو وزارت دفاع هست، هر دو سپاه پاسداران هست و صنایع موشکی شهید همت. پارسال ایران گفتش که ماهواره پیام رو که فرستاده بود به فضا از رسیدن به مدار باز مونده. الان هم پرتاب این ماهواره دوبار عقب افتاده و هنوز هم خبری نیست که بالاخره امروز کی قراره که پرتاب بشه. به نظر میرسه ایران مشکلات زیادی داره در این زمینه. ببینید، مشکلات زیادی هست. راکت سیمرغ اصولا راکت اطمینان پذیری نشون داده که نیستش، شکست های زیادی داشته تا حالا، پرتاب موفق تا کنون نداشته، بنابراین به نظر میرسه که این بار با احتیاط بیشتری برخورد میشه از نظر شفافیت برنامه و تطبیقات مربوط به برنامه، چون ایران میدونه که در صورتی که این بار شکست بخوره پرتاب ماهواره، فورا به وسیله عکس‌های ماهواره‌ای و دولت‌های خارجی این اخبار منتشر میشه پیشتر از ایران، و سعی کرده که یه مقداری با شفاف کردن موضوع آمادگی مردم رو بالا ببره و سطح توقع مردم رو پایین بیاره، که در صورتی که این بار هم این پرتاب ماهواره با شکست مواجه شد،
در حقیقت ایران بتونه مقدار آسیب های وارده رو کنترل بکنه. ماهواره سیمرغ، ماهواره بر سیمرغ از 4 موتور کنار هم قرار گرفته تشکیل شده که هر کدوم از اینا موتورهای شهاب 3 هست و موتور سوخت مایع هستن، از فناوری پایینی برخوردار هستن و به نظر میرسه که هنوز مطمئن نیستن که این پرتاب بتونه 100% موفق باشه، به همین دلیل که یه مقدار احتیاط این دفعه به خرج دادن. خیلی ممنونم ازتون. فرزین ندیمی از واشنگتن مامون. ایران میگوید موج دوم یک حمله سایبری بسیار بزرگ که دیروز دفع شده بود دوباره آغاز شده. مدیر عامل شرکت زیرساخت گستردگی این حمله را بی سابقه توصیف کرده. حمید فتایی گفته که هکرها میلیون ها مبدأ و مقصد را هدف گرفتند و به دنبال اختلال سراسری در شبکه اینترنت ایران بودند. گفته شده که این حمله سایبری دیروز باعث شد که 25% از ترافیک اینترنتی ایران کم شود. بر اساس گزارش ها مبدأ حمله ها آمریکای شمالی و شرق آسیا بوده، اما عامل حمله مشخص نیست. رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالهای گذشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همتای ایرانیش تبریک نمیگوید. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آلمان گفته دلیل این تصمیم تحولات ماهای اخیر در ایران است. رسانه‌های آلمان به سرکوب خشن اعتراضات در ایران اشاره کردند که جان 100 نفر را گرفت. پارسال پیام تبریک 22 بهمن آقای اشتاینمایر انتقادات برخی از مدافعان حقوق بشر و ایرانیان مقیم آلمان را در پی داشت. استاندار تهران اعلام کرده که این استان 12,000 کلاس درس کم دارد. انوشیروان محسنی بندپی گفته برای جبران این کم بود دولت و سایر دستگاه‌های دولتی 6,000 کلاس درس خواهند ساخت و خیران مدرسه ساز 3,000 کلاس. به گفته او قرار شده که هزینه بقیه کلاس ها هم از راه فروش اموال آموزش و پرورش تامین شود. رشد اقتصادی ایران امسال چقدر است؟ سال دارد کم کم به پایان میرسد، ولی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هنوز نرخ رسمی را اعلام نکردند. خبرگزاری دولتی ایرنا با انتقاد از تاخیر طولانی در انتشار گزارش فصلی گفته که حتی مقام‌های مسئول هم مدت هاست که نرخ رشد را با احتساب درآمد نفت اعلام نمی‌کنند. اوایل پاییز بانک جهانی پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو به منفی 8.7% برسد. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس با ما هستند. آقای خاوند، شما دلیل انتشار منتشر نشدن این آمار رو چی میدونید؟ ببین، مسئله آشفتگی آماری در ایران تازگی نداره و دلایل مختلفی است. اولا رقابت بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران که بر اساس قانون برنامه پنجم تهیه و انتشار آمار با مرکز آمار ایران هست. منتها بعد از اون بانک مرکزی کماکان به تهیه آمار ادامه میداد، به خصوص از این نظر که منابع داخلی و همینطور منابع بین المللی به آمار بانک مرکزی بیشتر اعتقاد داشتن تا به آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران. ولی به هر حال به دلایل سیاسی هم این کار ممکنه به اصطلاح اتفاق بیفته، چیزی که بهش میگن حبس آماری، عدم انتشار آمار. و اون اینه که دولت‌ها وقتی که می‌بینن نرخ رشد خیلی خیلی پایینه یا اینکه نرخ تورم خیلی بالاست، از منابع آماری می‌خوان که از انتشار آمار خودداری بکنه. اصلاً چقدر آماری که بیرون میومد از طرف نهادهای دولتی قابل استناد بود؟ چون نه تنها آمار بانک مرکزی و مرکز آمار با هم متفاوت بودن، خیلی هم تفاوت داشتن با آماری که سازمان‌های جهانی منتشر می‌کردن. دقیقاً ببینین، در ایران مسائل مربوط به آمار و آشفتگی آماری حتی با انتقادهای شدیدی از طرف رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و حتی رئیس جمهوری روحانی بارها این مسئله رو مطرح کرده که بدون آمار مملکت نمیتونه، بدون آمار درست مملکت نمیتونه کار کنه. بعضی موقع در زمینه تفاوت‌های آماری، مثلا در مورد یک شاخص بسیار مهمی مثل نرخ رشد، 3% اختلاف است بین آمار بانک مرکزی و آمار مرکز آمار ایران. در مجموع اینکه چقدر این آمار درسته، مراکز کارشناسی و اقتصاددان‌ها معمولاً با آماری که از طرف نهادهای مختلف، بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت صنایع، اتاق‌های بازرگانی، مراکز بین‌المللی منتشر می‌کنند، در مجموع می‌تونن یک نظری داشته باشند درباره اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر یا نرخ تورم یا سایر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران. میشه به نوعی، نه به آمار دقیق ولی به یک نوع
آمار نسبی و مورد اعتماد دست پیدا کرد. منتها در بعضی موارد مثل این مورد ما شاهد یک حبس آماری هستیم. در مورد نرخ رشد ایران تقریبا یک سال طول کشیده، ولی از این بدتر هم اتفاق افتاده در دوره آقای احمدی نژاد. سالهای 1367، 88 و 89 عملا هیچ آماری در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشد، چون با منافع دولت آقای احمدی نژاد در تضاد بود. خیلی ممنونم ازتون. فریدون خاون، کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس. آمار قربانیان کرونا از آمار قربانیان سارس پیشی گرفته. بنابر تازه ترین آمار، ابتلا به ویروس جدید کرونا جان 813 نفر را در سراسر جهان گرفته. از این تعداد یک نفر در هنگ کنگ، یک نفر در فیلیپین و بقیه در چین جانشان را از دست دادند. ویروس سارس در سال 2003 جان 774 نفر را در 24 کشور گرفته بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تصاویری از ابتلای افرادی به ویروس سارس 16 سال پیش در بیمارستانی در استان گوانگدونگ در چین. آن زمان هم چین به پنهانکاری درباره اپیدمی سارس متهم شده بود که از بازارهای تره‌بار در گوانگدونگ چین آغاز شد. این بار هم حکومت چین متهم است به هشدارهای این پزشک لی ونلیانگ نه تنها توجه نکرده، بلکه او را تهدید کرده به اتهام انتشار اطلاعات دروغ بازداشتش می‌کند. دکتر لی خود یکی از قربانیان ویروس کرونا شد. در مقابل این دکتر جوان که از اواسط ماه گذشته در بیمارستانی در ووهان به ویروس کرونا آلوده شده بود، سلامت خود را بازیافته. وقتی به ویروس آلوده شدم خودم خبر نداشتم. فکر میکردم سرما خوردم، ولی بعد تب کردم. بعد شک کردم که نکنه به کرونا مبتلا شدم. ترشحات بزاقم رو آزمایش کردم و دیدم که بله، مثبته. اما امیدوار هم بودم. فکر میکنم همه باید امیدوار باشن. ما میتونیم بهش غلبه کنیم. اگر فکر کنین درمان نمیشین، هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه. سازمان بهداشت جهانی میگوید تمرکز ویروس کرونا همچنان در استان هوبی و مرکزش ووهان است. ما در دوره 4 روزه ثبات این بیماری هستیم و تعداد موارد گزارش شده افزایش نیافته. اما الان خیلی خیلی زوده که درباره تعداد پیش بینی کنیم. همزمان تعداد بیمارانی که در چین از کرونا رهایی یافته و از بیمارستان مرخص می شوند رو به افزایش است. اینجا در استان آنهوی در شرق چین 12 نفر این ویروس را شکست دادند. تعداد زیادی از بیماران از 2 روز گذشته از بیمارستان مرخص شدند. ما مطمئنیم که در مبارزه با اپیدمی کرونا پیروز می شیم. کمیته سلامت ملی در چین گفته تا روز شنبه 2649 نفر در سراسر این کشور بعد از ابتلا به ویروس کرونا سلامت خود را به دست آوردند. اینجا در روستای لکونتامین در نزدیکی آلپ اما وحشت از اپیدمی کرونا افزایش یافته. همه درباره این ویروس حرف می‌زنند. 5 شهروند بریتانیا که در اینجا اسکی می‌کردند به ویروس کرونا مبتلایند. اگه ویروس پخش نشده لازم نیست ماسک بزنید. الان هم نشده. فکر نمی کنم ویروس پخش شده باشه، ولی میتونیم تصور کنیم در یک هفته تغییراتی رخ بده. باید ببینیم. بر اساس اطلاعاتی که بهمون میرسه تصمیم میگیریم. اما الان میتونیم ببینیم که هیچ کس ماسک نزده و زندگی عادی در روستا در جریانه. این کشتی تفریحی هم که حامل 4000 نفر است حالا اجازه یافته وارد هنگ کنگ شود. مسافران این کشتی از روز چهارشنبه منتظر بودند تا جواب آزمایش چند مسافر ویتنامی مشخص شود. حالا در هنگ کنگ بحث بر سر این است که آیا مسئولان باید اجازه ورود مسافران به کشور را بدهند یا نه. به نظر می رسد به دلیل وحشت از ویروس کرونا اکثر مردم به احتیاط بیشتر تمایل پیدا کردند. فرین آسمی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. ایران میگوید ماهواره ظفر را امروز به فضا پرتاب میکند. پرتاب این ماهواره در یک هفته گذشته دوبار عقب افتاده. خبرگزاری ایرنا از تأخیر در اعلام نرخ اقتصادی ایران خبر داده. این خبرگزاری گفته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ماهاست که این رقم را اعلام نکردند. در ادامه برنامه رقابت تنگاتنگ انگل و 1917 در شب پرزرق و برق هالیوود.
ساعتی پیش مهلت ثبت نام در انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال به پایان رسید. طبق گزارش‌ها به نظر می‌رسد 9 نفر برای پست ریاست کاندیدا شدند. حیدر بهاروند سرپرست فعلی، مهدی محمد نبی دبیر کل سابق، حبیب کاشانی، محمد حسین غریب چهره‌های شناخته شده‌تر انتخابات ریاست هستند که 25 اسفند ماه برگزار می‌شود. همکارم پوریا جعفری اینجا با ماست تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. چند نفر از اینها امکانش هست که تا 25 آبان در انتخابات هنوز باشن؟ میتونم یه پیشبینی خیلی قاطع بکنم که قطعا این 9 نفر در 25 اسفند ماه نخواهند بود. به چه دلیل؟ دلیل شماره یکیشی که همیشه میبینیم که بعضیا به نفع بعضیای دیگه کنار میرن. همین الان که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم که مثلا آقای نبی یا یکی دو نفر دیگه یا حبیب کاشانی در حالی که خودشون واسه ریاست ثبت نام کردن، حیدر بهاروند سرپرست فعلی رو گذاشتن به عنوان نایب رئیس اول. نگاه میکنه اسم حیدر بهاروند توی اکثر این لیستایی که داده شده هست و البته خود حیدر بهاروند رو هم کسی ندید به خاطر اینکه تو طبقه از طبقه سوم فدراسیون فوتبال بعد برن طبقه اول ثبت نام بکنن، خبرنگارا بیرون نمیتونستن ببیننش. ولی باز یک نکته دیگه وجود داره و اون اینه که سازمان بازرسی کل کشور در مورد بازنشسته ها بسیار جدیه. اگه که یادتون باشه حتی موقعی که مهدی تاج رئیس بود مجبور شد بره از اون مسئله جانبازی خودش استفاده بکنه، از بیمارستان نامه بگیره، فشار فیفا بود برای اینکه با وجود تمام فشاری که اومده بود به خاطر بازنشستگی برکنارش بکنن در داخل بتونه جایگاه خودش رو داشته باشه. و اگه که بحث بازنشستگی مطرح باشه قاعدتا حیدر بهاروند نمیتونه برای ریاست اقدام بکنه، مهدی حبیب کاشانی هم نمیتونه، بازنشسته آموزش پرورش هست و همینطور هدایت منبینی. ولی وضعیت جالبی نیست، یعنی که اهالی فوتبال که نگاه میکنن انتظار داشتن که یه اتفاقی بهتر از این چیزی که الان فوتبال ایران رو به این نقطه رسونده بیفته. یه نگرانی هم درباره انتخابات فدراسیون وجود داره و اون هم مهندسی انتخاباته که چند بار ازش صحبت شده. درسته، اینجا به نظر میرسه که تا یک اندازه ای فدراسیون فوتبال و مجمعش به در سایه وزارت ورزش نیستن. از این 75 رأی که باید بدن، خب 31 استان هست به علاوه جزیره کیش که اونها هم رأی دارن، میشه 32 تا که هیئت‌های فوتبال استانها رو وزارت ورزش مشخص میکنه. اما به نظر میرسه که داستان این رأی ها هم عوض شده و ممکنه که وزارت ورزش از این افراد بخواد که به شخص خاصی رأی بدن و اونها به شخص دیگری رأی بدن به خاطر مسائل دیگری. و از طرف دیگه ما میبینیم که وزارت ورزش فقط خودش دو تا رأی داره، یکی رأی وزیر ورزش هست و معاون وزیر ورزش، و اگه که اون 30 رأی رو نتونن پشت نامزد خودشون که به نظر میرسه محمد حسین غریب باشه بیارن، حتی آقای غریب هم شانسی برای انتخاب شدن نخواهد داشت. بنابراین از اون انتخابات عجیب و غریب هست که باید ببینیم که این رأی ها به کدوم طرف میرن توی روزهای آینده. احتمالاً با صحبت‌هایی که بین این افراد میشه شاید که تا یه اندازه متوجه بشیم، ولی شاید بهتر بود مثل بقیه کشورها وزارت ورزش میومد ببینه که توی این وضعیت فعلی فوتبال ایران که همه چیز به هم ریخته نظر اهالی فوتبال به چه کسی است و بعد میرفتن پشت اون آدم. چون تو سال 90 هم جالبه که حالا آقای غریب از هم در دولت آقای احمدی نژاد از طرف وزارت ورزش اومد، هم در دولت آقای روحانی داره از طرف وزارت ورزش میاد. و اینکه ببینیم که بالاخره اینا چجوری میتونن تو این حالت فعلی فوتبال ایران یک اجماعی بین خودشون ایجاد بکنن. خیلی ممنونم ازت پوریا جعفری. نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید کردند که در حمله فردی که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشت، 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. این حمله در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان رخ داده. وزارت دفاع افغانستان هم گفته که 1 سرباز افغان هم کشته شده.
محمد باقر محقق، فرزند محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، صبح امروز توسط برادرش حسین محقق کشته شد. وزارت داخله افغانستان گفته که این حادثه پس از درگیری میان دو برادر رخ داده. حسین محقق و 5 محافظ محمد محقق هم زخمی شدند. آقای محقق با نشر اعلامیه‌ای گفته که پسرش حسین چندین سال مشکل روانی داشت و اخیراً این مشکل حاد شده بود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که افراد دارای معلولیت دسترسی محدودی به کار و آموزش دارند. بنابر کنوانسیون حقوق معلولان، این افراد نباید از نظام آموزشی همگانی محروم باشند، اما در افغانستان امکانات عمومی برای آموزش معلولان در مدارس وجود ندارد. بر اساس آمار رسمی، حدود 900 هزار نفر در افغانستان دارای معلولیت هستند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. دست هایی که نقش زبان را بازی می کنند. زبانی که برای همه قابل درک نیست. کودک بود که دنیایش بی صدا شد. آن زمان مدرسه ای هم برای ناشنوایان نبوده. او پس از 20 سالگی به مدرسه رفته. می گوید همه جا ناشنوایان را نادیده می گیرند. من که چند سالی را در مدارس عادی درس خواندم، به سختی از روی حرکات لب استاد متوجه می شوم. در مواد درسی افغانستان هیچ کتابی برای تدریس زبان اشاره وجود ندارد. ناشنوایانی که با دیگران درس می خوانند خیلی مشکل دارند. اشخاص دارای معلولیت یکی از کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارشی از حقوق انسانی معلولان از دولت خواسته به آنها توجه بیشتری کند. حق دسترسی به امکانات عمومی، کار و آموزش دغدغه اصلی. تحقیق این نهاد نشان می‌دهد که فقط 4200 کودک معلول مشغول آموزش ویژه هستند. آماری که در مقایسه با رقم کلی معلولان ناچیز است. 900 هزار معلول. مشکل بی‌توجهی و عدم اجرای قانون. آنچه که جامعه معلولیت افغانستان و آنچه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ما افراد دارای معلولیت می‌خوایم از دولت، از جامعه و از تمام آنچه که ما نیاز داریم تطبیق قوانین هست برای افراد دارای معلولیت، آنچه که وجود داره و همونطور تطبیق موادی که در کنوانسیون ها وجود داره و افغانستان به اون ملحق شده، ما می‌خوایم که این قوانین تطبیق شه. حامد جان پسر کمیسیون حقوق بشر میگوید معلولان حق دارند در کنار افراد دیگر درس بخوانند، اما وزارت معارف میگوید امکانات لازم را ندارد. نبود کار چالشی دیگر. قانون سهم 3% کل استخدام ادارات دولتی را به معلولان می دهد. اما تا کنون فقط 1.5% کارمندان دولت را معلولان تشکیل می دهند. در افغانستان نه تنها بیماری، جنگ هم هر روز به تعداد معلولان می افزاید. افرادی که با کمترین امکانات و ممکن بیشترین مشکلات روبرو‌اند. نسرین نوا، BBC، کابل. 92 مراسم اسکار 5 عصر به وقت لس آنجلس، بامداد دوشنبه به وقت تهران در هالیوود برگزار میشه. اونطور که بهمن کلباسی از روی فرش قرمز اسکار گزارش میده، پیش بینی نتایج رقابت در بخش‌های بهترین بازیگری زن و مرد سخت نیست، ولی رقابت برای اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال نزدیکه. در میان نامزدهای اسکار یک فیلم کره‌ای و یک مستند سوری هم از بخت بالایی برای موفقیت برخوردارن. فرش قرمز آماده ورود ستارگان و اهالی سینما که به امید به خانه بردن مجسمه طلایی اسکار به اینجا می آیند. مهمترین جایزه سینمایی آمریکا در 24 بخش به نامزدهایی که حدود 9000 عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به آنها رأی بیشتری دادند خواهد رسید. کارشناسان بازار داغ پیشبینی جوایز اصلی شب می گویند اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن به احتمال زیاد به رنی زلوگر برای نقشش در فیلم جودی میرسد. روایت 6 ماه آخر زندگی جودی گارلند، خواننده و هنرپیشه معروف آمریکایی که در سال 1969 میلادی در سن 47 سالگی درگذشت. تقریباً شکی وجود ندارد که مجسمه طلایی برای بهترین بازیگری نقش اول مرد هم به واکین فینیکس برای کار درخشانش در فیلم جوکر خواهد رسید.
این فیلم همچنین با نامزدی در 11 بخش از بقیه جهان. برخلاف جوایز بهترین بازیگری زن و مرد، پیشبینی دو جایزه مهم دیگه شب قدری مشکل تره. بهترین کارگردانی و البته بهترین اثر سال. اونایی که سالهاست حالا هوای هالیوود دستشونه میگن گوین که فیلم 1917 با اون فیلمبرداری زیباش از مأموریت دو سرباز در جنگ جهانی اول دست بالا رو داره، اما یک فیلم از کره جنوبی معروف به انگل ممکنه همه رو شگفت زده کنه. اگر این فیلم واقعا موفق بشه، نخستین بار در تاریخ اسکار خواهد بود که یک فیلم غیر انگلیسی زبان به جوایز مهمی مثل بهترین کارگردانی و بهترین اثر سال میرسه. خیلی ها بر اساس اینکه فیلم 1917 جوایز دیگر مثل بفتا و گلدن گلوبز رو برده و برگزیده حلقه منتقدان فیلم هم بوده، میگن پس حتما اسکار رو هم میبره، که اگر بشه امسال سورپرایزی نخواهیم داشت. اما این احتمال وجود داره که فیلم انگل بتونه برای اسکار بهترین فیلم سال بر 1917 غلبه کنه یا دست کم در بخش بهترین کارگردانی برنده بشه، علاوه بر بخش بهترین فیلم‌های خارجی که قطعاً انگل اسکار را خواهد برد. کارگردان فیلم علت استقبال از انگل را بازگویی دردهایی می‌داند که جهانی است، البته با هنرنمایی دیدنی بازیگرانش. به نظرم موفقیت فیلم سه دلیل داره. استفاده خارق‌العاده بازیگران از صورتشان برای ابراز حس و حالت‌های مختلف که حتی بدون نیاز به دانستن زبان کره‌ای میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. دیگری سخت بودن پیشبینی وقایع در فیلم است و در نهایت مسئله اختلاف طبقاتی شدید میان فقیر و غنی است که همه جای دنیا هست. تا چند ساعت دیگر نام‌های آشنای دنیای سینما بر روی فرش قرمز اسکار می‌آیند و داوری هزاران رای دهنده آشکار می‌شود. پرزرق و برق‌ترین شب هالیوود که برگزار کنندگان امیدوارند ده‌ها میلیون آن را زنده دنبال کنند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، لس آنجلس. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.